در دل شهر تهران ساختمان‌هایی وجود داره که معماری اونها بسیار خاص و ماندگارن. ساخت بناهای بزرگ و ماندگار خصوصا توی جایی مثل تهران، به جز اینکه نیاز به تجربه و در اختیار داشتن مصالح مناسب داشته، به چیزی نیاز داره که به نظر نیکولای مارکوف روس‌سوار از اون به خوبی آگاه بوده. در این قسمت از تهرانگرد می‌پردازیم به زندگی نامه و آثار نیکولای مارکوف، مهندس معروف. تهران در اوایل سده جاری سیر تغییرات ظاهری خاصی پیدا کرده بود و کم کم در کنار زورخانه ها و قهوه خانه ها و دیگر پاتوق های تهران که معمولا در ساختمان های با سبک معماری سنتی هم قرار داشتند، بناهای ماندگار در پایتخت ایران ساخته شد که از شکل و شمایل نوینی برخوردار بودند. در این برنامه از تهرانگرد برای آشنایی بیشتر با مهندس نیکولای مارکوف و آثار ماندگار وی در عرصه معماری سری میزنیم به چند تا از ساختمان‌های طراحی شده توسط این مهندس مجاری پیشتاز در تهران. این تهران ما همیشه محل پرورش ایده های مختلف بوده و هست توی زمینه های گوناگون، خصوصا در زمینه معماری. سلام، هاتف عسکری هستم و توی این قسمت از تهرانگرد میخوایم بپردازیم به زندگی نامه و آثار یکی از افراد سرشناسی که ایده هاش رو در تهران پرورون، نیکولای مارکوف روس‌سوار، که از تفلیس به تهران اومد تا برترین آثارش رو در پایتخت ایران بسازه. اوایل سده جاری بیشتر افرادی که به شغل معماری مشغول بودن کم کم متوجه شدن که برای طراحی و ساخت بناهای خاص و ماندگار به چیزی بیشتر از تجربه نیازه. در همین اثنا فرایند ساخت و ساز ثابت نماند، مخصوصا توی حوزه معماری که با حضور برخی افراد پیشروی خارجی و داخلی این حوزه خصوصا در پایتخت ایران ساختمان‌های بنا شد که بعد از گذشت نزدیک به یک قرن از ساخت اونها اکثرشون جزو معروف‌ترین ساختمان‌های موجود هستند. توی تهران هر وقت صحبت از بناهای ماندگار به میون میاد خیلی بعیده که اسمی از آثار نیکولای مارکوف برده نشه. مهندسی که سازه هاش همیشه به عنوان یک منبع الهام بخش برای دیگر معماران و فعالین این حوزه شناخته میشه. Thank you.
سلام، من نیکولای مارکوفم، سازنده زندان قصر. من در سال 1882 میلادی در خانواده سرشناس از افسران روسی تزاری در تفلیس متولد شدم. در سال 1910 میلادی بود که از آکادمی هنرهای زیبایی سن پیترزبورگ فارغ التحصیل شدم و تا سال 1914 در بخش فارسی همون دانشگاه به تحصیل ادامه دادم، تا اینکه جنگ شروع شد و به صورت داوطلبانه وارد ارتش روسیه شدم و در قفقاز خدمت میکردم. بعد از انقلاب بلشویکی روسیه بود که به ایران اومدم و آجودان فرماندهی بریگاد قزاق که یک واحد نظامی ویژه و زیر نظر مستقیم ناصرالدین شاه قاجار بود به درجه ژنرالی رسیدم. چند سال بعد از اونم افنظامیگری خارج و به حرفه معماری در شهرداری تهران استخدام شدم. رضاخان دوست صمیمی بود. این دوستی هم برمیگرده به دورانی که نظامی بودم. یک روز رضاخان به من دستوری داد که یک مکان مناسب برای ساختن اولین زندان به شیوه متمرکز در نظر بگیرم، که من هم عصر روسی قاجار رو برای ساختن اولین زندان به شیوه متمرکز در نظر گرفتم، که از معروفترین سازه های من نیز هست. از 20 اثر در ایران به ویژه در تهران از خودم بر جای گذاشتم، تا از بارزترین اینها میتونم به بازسازی و طراحی نوین مدرسه دارالفنون، ساختن دبیرستان البرز، ساختمان پست در میدان توپخانه و همچنین بنا کردن کارخانه قند در ورامین اشاره کنم. استفاده از شیوه‌های سنتی و فناوری‌های محلی که حاصل کشفیات باستان‌شناسی بناهای ایرانی هم بود، همراه با استفاده از مصالح محلی مثل آجر، سنگ و هنرهای معماری ایرانی مثل کاشی‌کاری و گچ‌کاری و تلفیق اونها با فرهنگ معماری اون زمان، یعنی معماری مدرن، معماری ارتباطی غربی و شرقی، همراه با هنر آرت دکو که در اون سال‌ها بسیار رواج داشت و جریان‌های معماری روز اروپا و آمریکا، از ویژگی‌های بارز معماری مارکوف محسوب می‌شد. مهندس فرزاد اصفهانی معتقد مارکوف بیش از هر چیز شاید مدیون تحصیل در یک دانشگاه خاص بوده. یکی از نکاتی که خیلی مهم هست تحصیلات آکادمیک مارکوف است. ببینید، مارکوف در زمانی وارد فضای معماری ایران میشه که معماری در ایران تقریبا، البته ما داشتیم معمارانی که تحصیل کرده بودن و هم دوره مارکوف بودن، مثل وارتا، مثل گورکیان، عرضم به حضور شما، ولی نکته‌ای که در معماری مارکوف مهم هست این هستش که مارکوف در دانشگاهی درس خونده که به نوعی پیروه در واقع سبک مدرن هست، به نوعی تجددخواهی و مدرنیته در اون دانشگاه آموخته میشه. آرت دکو از در واقع نامش از یک نمایشگاه بین‌المللی هنرهای تزئینی و صنعتی در سال 1925 گرفته شده. به طور عمده سبکی مجلل در هنرهای دکوراتیو هستش، مثل مد، جواهرالات، مبلمان و طراحی داخلی، که در سالهای بین جنگ جهانی اول و دوم به اوج رسید و در واقع بحثی که در سبک آرت دکو مطرح بود، از یک طرف گروهی بودن از هنرمندان، معماران که به شدت به جامعه مدرن و شیوه های مدرن اعتقاد داشتن و اینکه کلن دوست نداشتن نیم نگاهی به گذشته و هویت تاریخی خودشون داشته باشن. در کنار این گروهی بودن که این قضیه رو کاملا نقض میکردن، هویت تاریخی و پیشینه تاریخی خودشون رو و فرهنگی خودشون رو بسیار قابل اهمیت میدونستن و دوست داشتن که همیشه در تمامی کارها به نوعی اشارت به این داشته باشن. در این میان یک گروهی پیدا میشن که در واقع حد واسط این دو گروه رو میگیرن، یعنی در واقع میان شیوه های نوینی رو ابداع میکنن با تجربه و در واقع نیم نگاهی به گذشته
که عرض کردم در خصوصا در حوزه معماری داخلی و تزیینات به شدت رواج پیدا میکنه. مدرسه ماندگار البرز جزو اولین کارهای نیکولای مارکوف در ایران، جامعه ای که آن روزها از خود استعداد خوبی نشان میداد برای مدرن شدن. تفکری که در خصوص مراکز آموزشی از دارالفنون هم شروع شده بود، بین روشنفکران جای خودش رو کم کم باز کرده بود، یعنی گذر از مکتب خونهای قدیمی و رسیدن به فضاهای اصطلاحاً آکادمی. شامل کلاس‌های درسی با المان‌های یکسان، یعنی تخت سیاه، معلم، شاگرد و کتاب‌های درسی. برای همین مارکوف به جای طراحی مدرسه علمی قدیمی مشابه زمان ایلخان یا دوره صفوی، از حیات مرکزی و محور اصلی در باغ ایرانی استفاده کرد و کلاس‌های مربع مستطیل شکل را حول یک محور طولی در دو طرف راهروی مرکزی قرار داد. مارکوف کاری که انجام میده چیه؟ میاد در واقع پلان یا فانکشن یا فانکسیون بنا رو، چون نیازهای روز هست، مدرن طراحی میکنه. در تمامی کارهای مارکوف اینه، ولی صورت ظاهری بنا رو میاد چیکار میکنه؟ با المانهای آشنا برای مردم کار میکنه، یعنی میاد از عنصری مثلا مسئله مثل آجر استفاده میکنه، از هنر کاشیکاری دوره صفوی میاد در چیز به فرض در مدرسه البرز استفاده میکنه، تقارن رو میاد در واقع که یکی از اصول معماری بوده در اون زمان و اهمیت داشته استفاده میکنه، این تکرار پنجره ها، استفاده از در واقع قوس های تیز. یکی از مهمترین مشخصه های بنای مدرسه البرز به کار بردن ایوان در ورودیه. ایوان در ورودی هم در فرم خود نشانی از معماری گذشته ما داره، هم در تزیینات. تزیینات این سردر به صورت یک سری کاربندی های آجری هستن که به نوعی تداعی کننده بناهای مثل مدرسه چهار باغه. استفاده از قوس های تیز دار در پنجره‌ها و ترکیب اونها با تزیینات کاشیکاری تداعی کننده بنای مثل عالی قاپوی اصفهان. استفاده از جفت ستون‌های مرکزی داخلی از گذشته‌های دورتر در بناهای چون کاخ سروستان یا نمونه‌های متأخر مثل مسجد عتیق شیراز قابل مشاهده است. سقف راهروها هم از تاق‌های چهار بخش تشکیل شده که در بین اونها تویزه‌های با چفت‌های مازه‌دار به همراه آجرهای اصطلاحاً رومی پوشش سقف رو تکمیل می‌کنند. قطار بندی های لبه بام و برج ها در دو طرف ایوان از دیگر ویژگی های بصری نمای اصلی به شما میاد. گنبد تزئینی هم که در بالای فضای مرکزی قرار داره، اگرچه در فرم کلی خودش برای ما زیاد آشنا نیست، اما قاعده نورگیری و تصویر اون از طریق بام فرمی شبیه روشندان ها یا خیشخان های بناهای قدیمی ایرانی رو داره. معماری مارکوف یک معماری زمینه گراست، یعنی معماریه که به کانتکس یا محلی که پروژه قراره در اونجا طراحی بشه بسیار اهمیت میده، به فرهنگش، به شرایط محیطیش، به همجواریهاش. و وقتی که معماری انجام میشه اونجا، انگار این بنا بنایی بوده که از ابتدا به صورت طبیعی در اون فضا وجود داشته و به خاطر همین هم هستش که مردم با اون احساس غریبگی و بیگانگی نمی کنن و بسیار براشون چشم نواز و آشنا هستش. و یکی از دلایل این هم این هستش که من فکر می کنم باید توی شخصیت حرفه‌ای مارکوف این رو ببینیم. عرض کردم مارکوف معماری است که در گرجستان متولد میشه، به نوعی با فرهنگ ایرانی در اونجا آشنا میشه و علایق خودش هم در این زمینه بی تأثیر نموده. همونطور که عرض کردم ادامه تحصیلاتش بعد از معماری در رشته در واقع زبان فارسی بوده و این باعث میشه که وقتی که به ایران میاد و ایران رو به عنوان موطن دوم خودش انتخاب میکنه، با فرهنگ این مردم بیگانه نباشه. مارکوف در بازسازی دارالفنون و ساخت مدرسه البرز عملکرد خوبی رو از خودش نشون داده بود. بنابراین معماری یک ساختمان آموزشی دیگر رو هم بر عهده گرفت و در روز دوم شهریور ماه سال 1313 خورشیدی در حضور رجال سیاسی و اهالی فرهنگ و هنر و همچنین اعضای انجمن زرتشتیان، سنگ بنای مدرسه انوشیروان دادگر نهاده شد. یکی دیگه از کارهای مارکوف مدرسه در حوزه
فضاهای آموزشی مدرسه انوشیروان دادگر هستش که در واقع ساخت این طراحی و ساخت این دبیرستان توسط مهندس مارکوف با تأثیرپذیری از هنر هخامنشی، یعنی نکته چیزی که خیلی در این مدرسه قابل توجه هست استفاده از نمادهای معماری ایران دوره باستان در دوره هخامنشی هست و خب این یه مقدار کار مارکوف رو نسبت به در واقع نسبت به پروژه دیگه‌اش متفاوت می‌کنه، چون در قالب پروژه مارکوف نکته‌ای که خیلی وجود اهمیت پیدا می‌کنه درست بازگشت به معماری رو، معماری ایرانی رو ما داریم، ولی غالبا معماری‌هایی هستش که متأخر هست، مربوط به دوره اسلامی میشه، ولی در مورد این مدرسه اتفاقی که می‌افته نمادهای هخامنشی خیلی متبلور میشن و در واقع شما نمادهای هخامنشی، معماری هخامنشی رو در این بنا به وفور میتونید ببینید. تا اینجای این قسمت از تهرانگرد، بعد از آشنایی با مهندس نیکولای مارکوف برای بررسی ویژگی‌های آثار وی سری زدیم به چند تا از معروف‌ترین ساختمان‌های تهران. در ادامه برای بررسی ویژگی آثار نیکولای مارکوف به ساختمان پست، کلیسای حضرت مریم و مسجد فخرالدوله می‌رویم. در سال 1307 هجری شمسی نیکولای مارکوف معماری ساختمانی رو انجام میده که در کنار مهمترین ساختمان‌های مهم آن روزگار قرار داشته، طراحی ساختمان پست در محدوده میدان مشق. مارکوف 1307 این ساختمان رو البته قبلش طراحی میکنه و خوشبختانه در یه مناقصه یا یه مسابقه این ساختمان برنده میشه مارکوف، ولی 1307 کلنگ زد اینجا زده میشه. 6 سال بعدش 1313 این ساختمان به بهره برداری میرسه. ساختمان خب طبعا برای قصد احداث پست و تلگراف و گمرکات ساخته میشه. بنای پست در منطقه‌ای قرار داره که اکثر ساختمان‌هاش از زمان قاجاریه تا پهلوی اول ساخته شدن و به غیر از بنای وزارت جنگ مقابل سردر باغ ملی که متعلق به دوران ناصریه، ساختمان‌های این محوطه مربوط به زمان وزارت جنگ پهلوی اوله. اون موقع حال هوای معماری تهران چجوری بوده و وضع ساختمان‌ها به چه شکل بوده؟ آیا اصلا دیدگاهی وجود داشته که ساختمان‌ها بر اساس یه نوع خاصی ساخته بشن؟ جالب مطرح کردین. ببینین تهران خب سنتی کار بوده معماری، حالا تو شیشیوه که میومده تا به اواخر قاجار که میرسه، خب ناصرالدین شاه میره، بالاخره یه سری معمار خارجی میاره، همون میرزا مهدی شقاقی که اولین معمار ایرانی هستش، اولین معمار تحصیل کرده ایران هست، خب ایشون میفرستن خارج تحصیل میکنه میاد که مثلا کاخ بهارستان هم طراحی میکنه. از این زمانه که نگرش سنتی سازی در ایران تغییر میکنه و وارد عرصه کلاسیک مدرن میشه و در زمان پهلوی اول با احداث این ساختمان‌ها دوباره یعنی معماری ایران وارد یه ورق جدیدی میشه. ما شیشیوه معماری عرض کنیم تو اون زمان داشتیم، دو تاش قبل از اسلام، چهار تاش بعد از اسلام، اینجا یه ورق به عنوان نئوکلاسیک یا معماری نوین به معماری ایران اضافه میشه و روح معماری غرب و وارد معماری سنتی ایران میکنه. در ساختمان پست مانند سردر باغ ملی و سایر بناهای میدان مشق و هم عصر از مصالح مشابهی استفاده شده، از جمله سنگ در پی، ستون و سرستون و کف و پله‌ها و آجر در بیشتر نقاط بنا و بدنه در و پنجره و سقف چوبی با بام شیروانی. شما در فضاهای اینجا ارتفاع ساختمان، ابعاد راهروها، اتاقها، ببینه خیلی سخاوتمندانه طراحی کرده بدون اینکه اینجا اسرافی هم صورت گرفته باشه و تمام فضاهاش شما به عینه در این موزه می‌بینه. عملکرد خوبی داره و کاربری و بهره برداری خوبی داره ازش انجام میشه و در زمانی هم که برای پست و تلگراف و گمرک ساخته شده بود، در زمانهای مختلف که ما عکسش رو داریم به عینه محسوسه که چقدر اینا قشنگ عملکرد داشته. معمولا مارکوف کارهاش رو یا در دل یک باغ یا یک حیاط می‌ساخت و معمولا دور و اطراف ساختمانش رو با مسیرهای کم عرض محاط می‌کرد، ولی در ارتباط با بنای پست این اتفاق نمی‌افته. ورودی عمارت پست یکی از عناصر بسیار شاخص این مجموعه است، یک ورودی با صلابت نسبت به یک حجم گسترده و در عین حال موزون. این دلیلش می‌تونه چند تا عامل باشه. یکی اینکه
محل جانمایی موزه امارت پست هستش که خب در ارتباط با یک خیابان اصلی و در جداره یک خیابان اصلی تعریف میشه و به نوعی خودنمایی بیشتری نسبت به بناهای اطراف میدان مشق داره، چون شما میبینید که برای مثلا رسیدن به ساختمان شهربانی یا دانشکده هنر فعلی شما مجبور هستین از سردر باغ ملی وارد بشین و در واقع بناهایی رو در دل این فضا ملاحظه بکنید، فضایی که بناهایی که شاید از خیابان اصلی خیلی دیده آنچنانی نداشته باشن. نکته دومش هم این هستش که به زعم من بنا امارت پست همونطور که عرض کردم یک تلفیقی از معماری دوره‌های مختلف ایران و ترکیبش با معماری غربی است و این خودش تونسته در واقع به عنوان یک روش نوین و یک روش جدید خیلی پاسخ خوبی بده و در واقع نظرها رو به خودش بیشتر جلب کنه. یکی دیگه از بحثایی که در معماری مارکوف هست که همونطور که عرض کردم معماری زمینه‌گرا بودن معماری مارکوف هست، اینکه در واقع به پتانسیل ها و شرایط سایتی که قرار پروژه درش طراحی بشه بسیار توجه داره، اصطلاحا به کانتکست پروژه، به فرهنگ پروژه، به بستر پروژه کاملا توجه میکنه و این یکی از عواملیه که باعث میشه که در واقع معماری مارکوف حرفی برای گفتن داشته باشه و مقبول مردم و جامعه بشه. در ساختمان پست تلفیق معماری ادوار مختلف دیده میشه. کل بنای پست دارای یک محور مرکزیه که شرق و غرب بنا رو قرینه میکنه. همین جایی که جناب علی وایسادین، اینجا قسمت گمرکات بوده. خب طبیعیه اینجا سقف نبوده، بعدها این سقف زده شده، یعنی وقتی که تبدیل به موزه شده به خاطر حرارت برودت و امنیت اینجا رو سقف و پوشش دادن. حالا شما میبینید که کلیسا طراحی کرده، مدرسه طراحی کرده، زندان طراحی کرده، کارخونه طراحی کرده و در عمل کرد نکات ظریفی رو در روابط اون ساختمون مد نظرش بوده. همین جایی که جناب علی وایسادین، خب عرض کردم شما این اختلافی که الان ایجاد میکنی با چند پله رفته بالا، این به جهت همون عملکرد باراندازی اینجا هستش، یعنی کامیون وارد میشده اینجا تخلیه میکرده مرسولاتو یا بالعکس اینجا بارگیری میکرده. معماری نوکلاسیکی که از اوایل دوره قاجار به دلیل ارتباطات فرهنگی که ایجاد میشه، سفرهای پادشاهان قاجار، شاهزاده ها به اروپا و فرنگ اتفاق میفته، یا اصطلاحا معماری کارت پستالی، میرفتن فرنگ کارت پستالی از این بنایی رو میدیدن، خوششون داد، یه کارت پستالی از اون تهیه میکردن و میومدن اینجا، اصطلاحا به معمار باشی ها میگفت عین اون فضا رو میگفتن بعد برامون بسازین. در واقع مارکوف میاد به یک باره این معماری نوکلاسیک رو کنار میزنه و میاد در واقع معماری سبک خودش رو ابداع میکنه و خب این یک پاسخ بسیار قوی و یک اقدام بسیار جسورانه است که هیچ کدوم از معماران هم دوره مارکوف این کار رو در واقع انجام ندادن. نیکولای مارکوف در سال 1324 کلیسای حضرت مریم در تهران رو هم معماری میکنه. این کلیسا اولین کلیسای جامعه ارامنه در تهران بوده بین سالهای 1324 تا سال 1349 شمسی و بناهای مربوط به دفاتر اداری خلیفه گری ارامنه تهران و محل سکونت اسقف اعظم نیز در محدوده اون قرار داشته. شما در کلیه کارهای مارکوف ملاحظه بکنید یک پلان مدرن میبینید، در این حالی که میاد در الحاقات، در نما، از در واقع معماری دوره اسلامی خصوصا و بعضا معماری دوره باستان استفاده میکنه، یعنی نیازهای فیزیکی، نیازهای عملکردی بنا رو در واقع یک پاسخ مدرن بهش میده، ولی برای اینکه بتونه این بنا رو به نوعی قابل توجه عموم قرار بده میاد از نشانه های آشنا با برای مردم استفاده میکنه. نقشه کلیسا چه از خارج و چه از داخل صلیبی شکله با محرابی که در سمت شرق اون قرار داره. محراب کلیسا دارای 3 پنجره است. در دو سمت محراب هم اتاقهای کوچکی به صورت قرینه قرار دارن که درب اونها به درون نمازخانه اصلی باز میشه.
بنا دارای گنبد کوچکی بر بالای مرکز نمازخانه است همراه با نورگیرهای متعدد. در سمت غرب بنا گنبد دومی قرار دارد که ناقوس‌خانه کلیسا آنجاست. این بنا دارای سه در ورودیه که در اصلی در منطقه علیه سمت غربی اون و مقابل محرابه. زمانی میگیم معماری شده که شما شرایط انسان، نیازهای فیزیکی، نیازهای روحی و خیلی از مسائل دیگر رو درگیر میکنید و این در اونجا میگیم معماری اتفاق افتاده. کما اینکه خب مثال بسیار خوبش همین معماری مارکوف هست. شما رو بناها که دقت میکنید، با اینکه خیلی از بناها شاید الان یه چیز نزدیک 80 سال 90 سال از قدمتش بگذره، ولی هنوز که هنوز شما وقتی وارد این فضاها میشین کاملا احساس آشنا بودن با این فضا دارید. فضاها برای شما فضاهای بیگانه‌ای نیستن، فضاها برای شما فضاهای مطلوبی هستن که در شما نوعی احساس لذت و نوعی احساس رضایت رو فراهم میکنن. بر دیوارهای سه سمت کلیسا نورگیرهای بزرگی تعبیه شده، در حالی که نورگیرهای دیوار غربی کوچکتر بوده و در بالای سردر اصلی قرار داره. بر روی دیوارهای شرق، شمالی و جنوبی کلیسا فرو رفتگی سراسری از بالای دیوار تا سطح صفحه به شکل سگوش قرار داده شده که در قسمت بالای این سگوش ها حجاری به شکل نیم دایره قرار داره و اون اقتباسیه از معماری قرون وسطای ارمنستان که باعث ایجاد سایه روشنی بر روی دیوارهای خارجی و زیبایی بیشتر بنا می‌گردد. همچنین در قسمت بالای دیوارها و در چهار سمت کلیسا حجاری صلیب قرار داده شده و در بالای سردر اصلی سنگ نوشته‌ای در ارتباط با بنای کلیسا و نام سازنده اون نصب شده. پلان کلیسا با ابعاد کوچکتر متأثر از معماری کلیساهای سده‌های 7 تا 10 میلادی منطقه تایک ارمنستان بزرگ طراحی شده. از طرح کلیسای اولیه اطلاعات مکتوبی در دست نیست، اما کلیسای مریم مقدس بر روی صفحه‌ای با ابعاد 45.32 در 8.19 متر و در مساحتی بالغ بر 550 متر مربع با سنگ بازالت خاکستری رنگ ساخته شده. به زعم بعضی از کارشناسان گنبد اصلی کلیسا به هیچ وجه از معماری ارمنی پیروی نمی‌کند و اون متأثر از معماری بیزانسی ساخته شده که در گرجستان و روسیه آن روزگار متداول بوده. تنوع در آثار نیکولای مارکوف به قدری زیاده که تقریبا میشه گفت برای هر نوع کار یا هر نوع استفاده یه ساختمون ساخته. هنر مارکوف به قدری مورد پسند همگان قرار میگیره که به او پیشنهاد ساخت مسجد هم داده میشه، یک مسجد بسیار مهم در یکی از مناطق اصلی آن روزگار تهران. در سال 1324 بنای مسجد به دست حاج میرزا علی خان امین‌الدوله در سال 1324 آغاز شده و 4 سال هم ساخت اون به طول انجامیده. بنای مسجد دارای تزئینات کاشیکاری با زمینه رنگ‌های کرم، فیروزه‌ای و لاجوردیه. بنای اصلی به شکل مکعبی آجری شامل دو شبستان و دارای یک گنبد اصلی بزرگ است. 4 نیم ستون آجوری بنا که در بالای هر یک گنبد کوچک قرار داره از مشخصات دیگر این بنا. نیکولای مارکوف نزدیک به یک قرن پیش ساختمان‌هایی رو در تهران بنا کرد که خیلی از اونها هنوز به عنوان ساختمان‌های مرجع به حساب میان و بعضیشون حتی به عنوان کتاب‌های دانشگاهی بهشون نگاه میشه. اگر به این موضوع و اهمیتش بیشتر نگاه کنیم متوجه میشیم که به تهران و معماریش باید بیشتر دقت کنیم. سپاس که این قسمت از تهرانگرد رو هم همراه ما بودین. همچنان میزبان شما هستیم در شبکه تهران برنامه تهرانگرد. تهران بزرگترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران و شهرستان تهران است. جمعیت آن 8,244,535 نفر است و 25مین شهر پرجمعیت جهان به شمار می‌آید. مساحت این شهر 730 کیلومتر مربع است. این شهر یکی از بزرگترین شهرهای غرب آسیا و 27مین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. تهران، تهران، تهران. مردم از اقوام مختلفی در این شهر زندگی می‌کنند. در تهران مردم به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با لهجه تهرانی دارند. دیگر اقوام ساکن تهران عبارتند از کرد، آذربایجانی، گیلک، مازندرانی، ارمنی، عرب و لور. تراکم جمعیت در تهران بیش از 10,700 تا بیش از 11,000 تن در هر کیلومتر مربع برآورد می‌شود که بنابر آمار 20مین شهر پرتراکم جهان است. تهران، تهران، تهران. شهر تهران در شمال ایران در کوپایی‌های جنوبی رشته کوه البرز در حد فاصله طول جغرافیایی 51 درجه و 2 دقیقه شرقی تا 51 درجه و 36 دقیقه شرقی به طول تقریبی 50 کیلومتر و عرض جغرافیایی 35 درجه و 34 دقیقه شمالی تا 35 درجه و 50 دقیقه شمالی به عرض تقریبی 30 کیلومتر گسترده شده است. تهران، تهران، تهران.